آنچه که از اهمیت ویژه برخوردار هست، چه جلوه ای از سیونوت و از سیونیزم به دنبال آن هستند که BDS در اختیار افراد بذاره و تا اونجایی که ممکنه بتونن نه فقط تحریفی از تاریخ داشته باشن به جای تعریفی از آن، بلکه در دوران پست مدرنا، در دورانی که ما الان زندگی می کنیم، هر آنچه که عمل بکنند حتی می تونند نراتیو خودشون و روایت خودشون رو بیان و اذعان بدانند. از این رو نفی حق تعیین سرنوشت یهودیان در سرزمین تاریخی خودش در اصل می تونه جلوه ای از صهیونیسم رو به عنوان یک شهرک سازی استعماری و کلونیالیسم قلم داد بکنه و برای افراد مخصوصا دست چپی ها و چپ گرایان خیلی آسان‌تر خواهد بود با شهرک سازی ها در یهودا و سامره که جزوی از خود پادشاهی یهود بوده رو با آسونی میتونن باش مقابله بکنن. قسمتی از برنامه‌ای که ما در حال حاضر سمیناری تهیه کردیم که برای پخش مستقیم خواهد بود.